بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيرا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال توفیق داد مناجات های 15 را مروری کردیم. اگر در طول عمرمون موفق نشده بودیم که یک بار بخونیم، اقلا اینجا برای اینکه خدمت آقایون رو عرض بکنیم مروری کردیم. اون فقط یکی از این مناجات ها که به نام مناجات زاهدین هست در آخر این مناجات ها ذکر شده. اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده از این مناجات هم بهره ای ببریم، اولا قرائتش، و اگه توفیقی بده این مقداری درباره مفاهیمش و اینها تعمق کنیم و توضیحاتی از صلواتی بفرستید تا ما این مقدارشو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اسکنتنا دارا حفرت لنا حفر مکرها و علقتنا به عید المنایا فی حبائل غدرها فالیک نلتجئ من مکائد خدعها و بکن اعتصمو من الاغترار به زخارف زینت ها فا انها المهلکت طلابها المتلفت حلالها المحشومت بالآفات المشحونت بالنکبات. خیلی احتیاج به ترجمه هم نداره، ولی حالا یه مروری ترجمه شن بکنیم. عرض میکنه خدایا تو ما را در یک داری، در یک سرایی سکنا دادی که چاله های مکر را برای ما حفر کردی، کنده این چاله ها را. معلقتنا به عید المنایا فی حبائل غدرها، یک دامهایی از روی مکر و نیرنگ ساخته و ما را در این دامها در چنگال مرگ آویزان کرد. فالیک نلتجئ من مکائد خدعها، به تو پناه میبریم از کیدها و مکرهای فریبکارانش. و بکن نعتصمو من الاغترار به زخارف زینتها، و به تو چنگ میزنیم از این که مغرور شویم به زینتها و زیورهاش، زیرا این دنیاست که طالبان خودش را هلاک میکنه
و ساکنانش را تلف می کنی. سرایی است پر از آفات و نکبت ها. خب خیلی روشنه که دنیا را برای ما چجور توصیف فرمودی. درباره این توصیف ها یه سوالاتی به ذهن میاد که این مناسبت نیست درباره این سوال ها مقداری صحبت کنیم، درنگ کنیم. یکی این که به این سرا که سرای دنیاست مفاهیمی از قبیل مکر و خدعه و غدر و کید و اینا رو نسبت داده. خانه ایست که مکر میکنه، نیرنگ میزنه، فریب میده. خب جای سوال هست که این دنیا چجور مکر میکنه، چجور فریب میده، چجور دام فراهم میکنه برای مردم. اینا این نسبت ها که به دنیا داده شده به چه مناسبت هست که دنیا این مکرها رو میکنه، میخواد ما رو فریب بده؟ جای سوال داره. خیلی روشن نیست که چرا گفته میشه دنیا این مکار است، غدار، حیله‌گر است. و حالا اگر روشن شد که بله دنیا این مکر و حیله ها رو داره، خب خدا اینا اینجوری آفریده دیگه. چرا اینجور آفریده دیش که اینقدر مکار و حیله‌گر باشه؟ و ما رو چرا آورده در این دنیایی که پر از آفات و نکبت ها و پر از حیله ها و مکر هاست و همه را در معرض فریب و گول خوردن قرار داده؟ این سوال درباره بعضی از آیات قرآن هم میاد که زندگی دنیا را به زندگی غرور، دار غرور معرفی کرده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. لا تغرنکم الحیات الدنیا، معلوم میشه حیات دنیا فریبنده است، فریب میده آدم رو. این تعبیر را حضرت در این مناجات بازش کردن با تعبیرات مشابه و مرادفش، مکر و کید و خدعه و اینا را هم در توضیحش آوردن. دنیا این کاره هست، اهل مکر و غرور. این سوال وقتی جدیتر میشه که به روایاتی مقایسه بشه که نهی شده از مذمت دنیا، گفته شده به دنیا بد نگید، دنیا داره عبادت فرشتگان از تجارت خانه اولیاء خداست، متجر اولیاء الله. اون وقت سوال مضاعف میشه، مشکل که از یه طرف این همه مذمت شده، مکر و حیله و غدار و اینا بهش نسبت داده شده، و از یه طرف هم گفتند دنیا رو مذمت نکنید، مزرعه آخرت از تجارت خانه اولیای خداست، سجدگاه فرشتگان است. چجور جمع میشه بینید؟ و بالاخره یه سوال کلی هست که بدون شک در خود قرآن و
همچنین در روایات به خصوص نهج البلاغه عبارات زیادی در نکوهش دنیا آمده. کسی مروری بکنه این جای ابهامی براش نمیمونه. لحن قرآن درباره زندگی دنیا یه لحن نکوهش آمیزی است. خود قرآن اینجا زندگی دنیا رو تعریف نکرده، ستایش اونم که هست نهی امیرالمومنین سلام الله علیه یا وضعیت ائمه است که سب به دنیا نکنید، لعن دنیا نکنید. یه روایتی داره کسی اگر لعن دنیا بکنه، دنیا در جوابش میگه خدا لعنت کند اون کسی که در از من و تو گناهکارتر است. یعنی من چه گناهی کردم که من لعن میکنم؟ تویی که گناهکار هستی و مستحق لعن هست. هر حال یک سوال است در این باره هم زیاد بحث شده تو کتاب ها. خود بندم بارها در همین محفل شریف در طول 17 سالی که مزاحم هستم بارها در این باره بحث کردم، اما این نکته رو شاید تا حالا مورد بحث قرار ندادم که چرا می‌فرماید دنیا کید و مکر داره، هیلگر هست، دام بر سر راه ما گسترده، ما را در چنگال مرگ آویزان کردی. این تعبیرات ها توی نه آیات بود نه روایاتی که قبلا بحث کرده بودیم و اینا خیلی تعبیرات سنگین‌تری است. یعنی دنیا را خیلی گناهکار معرفی میکنی. البته دو نوع نکوهش در همین چند عبارت ذکر شده، یکی همین است که دنیا را دارای مکر و نیرنگ معرفی میکنه، یکی این که پر از آفات و نکبت هاست. دو مسئله است. به هر حال خوب از محکمات شروع کنیم تدریجا به حل متشابهات بلکه نائل بشیم. بدون شک این عالم از اون جهتی که مخلوق خداست گناهی نداره و زشتی و قباحتی هم نداره. در قرآن کریم داریم الَّذِي احسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ، خدا هرچی را آفریده خوب آفریده. کل این عالم مخلوق خداست، این عالم هم احسن خلقها، این عالم یعنی زمین، آسمان، ستارگان، خورشید، ماه، انسانها، حیوانات، درختها، گلها، گیاها و چیزهای دیگری، مجموع اینا. خب بعضی چیزاش ممکنه برای بعضی ها ضرر داشته باشه، برای بعضی ها دیگه نفع داره، ولی به هر حال از دیدگاه قرآن کل خلقت دارای حسنه. از اون طرف هم دنیا یه موجود زیشعوری که در صدد دشمنی با ما باشد و خود ما را فریب بده و کلا سرمون بگذره و یه دشمنی خاصی با ما داشته باشه ظاهرا نیست، برای اینکه این ستارگان و اینا و همینطور خود زمین و دریاها و کوها و اینا با ما دشمنی ندارند، ظاهرا شعوری هم ندارند که اینا نقشه‌ای بکشند برای اینکه ما را گول بزنند. اینا موجوداتی هستند که خدا اونها را آفریده و در حال تسبیح خدا هستند، همه چیز مطیع امر الهی هستند. اذ قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. زمین و آسمان به خدا عرض کردن ما مطیع هستیم.
گناهی ندارن اینا، دشمنی هم با ما ندارن. در اینجا یه سوال کس که بیشتر جنبه شاید ادبی داشته باشی، به چه مناسبت فعل مکر و غدر و اینا به دنیا نسبت داده شد؟ فاعلش دنیا معلق شد، دنیاست که مکار است، فریبکار است، هیلگر است، با اینکه نه شعوری داره و نه دشمنی داره با ما. خوبه ما از این طرف حساب بکنیم که آدمیزاد چجوری فریب میخوره، گول میخوره، به راه کج کشیده میشه، چی چیزهایی درش مؤثره که منحرف میشه از مسیر فطرت، از مسیر تکامل، سقوط میکنه به حیوانیت، به شیطنت، به فساد، چطور میشه؟ با اینکه خدا به انسان عقل داده، فطرت سالم داده، فطرت خداخواه داده، آدم خوبی ها رو دوست داره، زیبایی ها رو دوست داره، چطور میشه که شیطان صفت میشه یا حیوان صفت میشه؟ هم خودمون میخوادم فکر کنیم، هم آیات و روایات هم میشه کمک بکنن. حالا خودمون حساب کنیم، یه کار زشتی را در نظر میگیرید که انسان در معرض انجامش قرار میگیره، کم کسیست که اصلا مبتلا به گناه نشه. قدر متیقنی که ما یقین داریم حضرات معصومین چهار معصوم هستند و انبیا. البته نسبت به کسان دیگری هم معتقدیم که اونا اهل گناه نبودند. بعضی از امامزاده های بزرگوار مثل حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، حضرت معصومه سلام الله علیها، اینا معتقدیم اونا گناه نکردن، معصوم هستند. اما نه معصومی که ضمانت شده باشه اسمتشون رو دلیل عقلی داشته باشیم برای این که اینا باید معصوم باشه، یا دلیل متواتری نقلی. به هر حال باز هم ما همه اینا رو حساب کنیم، همه انبیا و اولیا و اوصیا ایشون و ائمه اطهار و این امامزاده های بزرگوار اینا نسبت به سایرین خیلی نسبتشون کمه. دیگران کمابیش بالاخره ولو صغیره ای هم باشه مبتلا میشن. چطور میشه آدم که مبتلا به گناه؟ چه چیزهایی درش هست؟ یه گناه کوچکی رو شما در نظر بگیرید. اولین چیزی که باید باشه تا ما سراغ گناه بریم اینه که یک لذتی در اون هست که غرایز ما، غرایز حیوانی ما برای درک اون لذت ما را سوق میدن به طرف اون گناه. اگر هیچ لذتی نداست گناه، آدم عاقلی سراغش نمیره. البته اونان که عقل کاملی دارن حالاش هم سراغ گناه نمیره، ولی خب حالا ما خودمون هم رو به اصطلاح عاقل حساب میکنیم و با اینکه میبینیم عاقل هستیم میبینیم گاهی هم گناه میکنیم. چطور میشه گناه میکنیم؟ اولش این است که یک لذتی را آدم در یک کاری میبینه و احیانا اون لذت براش در کار حلالی اون وقت لااقل فراهم نمیشه. این جذبش میکنه به طرف گناه. این یک عامله، یه شرط وقوع گناه است. گاهی مسئله از این بالاتره. آدم بارها تجربه کرده که مثلا این عمل لذتش خیلی زیاد نیست. اولش آدم خیال میکنه خیلی لذت زیادی داره، بعد از انجامش شاید پشیمونم بشه، اینقدر ما زحمت کشیدیم تا خودمون رو به این گناه برسونیم، همچون لذتی هم نداشت. لذت حلال خیلی بهتری برامون فراهم بود،
چشم‌پوشی کردیم و رفتیم سراغ گناه. ولی باز یه مرتبه دیگه هم آدم مبتلا میشه، باز همین مسیر رو طی میکنه. البته اینا که من عرض میکنم به خودم قیاس میکنم، در واقع تزیین یک لذت، اصل وجود لذت این واقعیت هست. ولی اینکه این لذت خیلی در نظر آدم جلوه کنه و بعدم میفهمه آدم که اینقدر ارزش نداره، این یه چیز عامل جداگانه است، بیشتر آنچنان را آنچنانتر میکنه. که آدم دنبال لذت میره، این لذت در نظرش خیلی جلوه میکنه، به طوری که لذت های دیگه در نظرش کوچک میشه در لااقل در اون وقت. این عامل را معمولا در قرآن به شیطان نسبه. زین لهم و شیطان و اعمالهم، تزیین شیطانه. این هم یه عاملی است که کمک میکنه انجام گناه. اگر اون موردی که آدم روش گناه انجام میده نبود، خب باز طبعا مرتکب گناه نمیشد، مورد نداشت. اگر اون میل ما به لذتی که در اون هست نبود، انسان این غریزه فعال را نداشت، باز هم چه بسا هیچ گناهی مرتکب نمیشد. و اگر تزیینات شیطان نبود، در بسیاری از جاها آدم مرتکب گناه نمیشد. پس عملا در واقع سه تا عامل به دست به دست هم میده تا آدم مرتکب گناه بشه، و بعد تکرار که شد کم کم جاذبهش بیشتر میشه، کم کم عادت میکنه، بعد تو طوری میشه که کارهای احمقانه ای را آدم بهش عادت میکنه، خیلی علاقه پیدا میکنه، مثل مواد مخدر و چیزهای دیگه ای که اولش آدم خودشم میدونه تلخ، بدمزه است، ناراحت کننده، ولی اونقدر ادامه میده که تا معتاد میشه دیگه، بدون اینا نمیتونه زندگی کنه. این سه تا عامل، یکیش هوای نفسه که همون تمایلات انسان و غرایز انسان، یکیش هم تزیینات شیطانه، سومیش اون موردی است که باید گناه روش انجام بگیره. اگه اینا نبود گناه اون دنیاست، خوردنی های دنیا، پوشیدنی های دنیا، مقام های دنیا، احترام هایی که آدم دوست داره، بلکه چیزایی که تو این عالمه میگه. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ایناس دیگه، مزرعه و باغ و کشاورزی هست، کارخانه و صنعت هست، اسب‌های زیبا هست، حالا بفرمایید اتومبیل‌های آخرین سیستم هست، طلا و نقره هست یا دلار و یورو هست، رخ این چیزاست که آدم رو جذب می‌کنه. تزییناتیست که آدم در لباسش، در رفتارش خوش تیپ باشه، و موقعیت‌های اجتماعی، اینا دنیا ایناست. اعلموا انما الحياة الدنيا زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. اگه اینا نباشه، خوردنی ها، پوشیدنی ها و سایر چیزهایی که گناه روی اونها و به وسیله اونها انجام میگیره، گناهی انجام میگیره، اونا هم در این شرایطی که در این عالم هست،
متغیراتی که تحت این شرایطی باید به زحمت تهیه کرد، باید با دیگران جنگید، از چنگ دیگران در آورد، تزاحم هایی که وجود داره، این شرایط خاص، اینا منشأ گناه ها میشه. اگه چیزای فراوانی بود که مثل در مباهات بود تو دنیا، توی بیابون ها همه جا در دسترس بود، گناهی نمیشه. هرکر چیز خاص بود دیگه. این تزاحماتی است که در این دنیا هست منشأ این گناه ها میشه. و این هوا ما خیلی بهش احتیاج داریم، همه جا هم هست، سرش دعوا نمی کنیم. من نفس میشم شما، گناهی هم نمیشه. هم من بهش احتیاج دارم، هم شما، هم به قدر کافی برای من هست، هم شما دعوایی. در اون جایی که نهرهای آب فراوان هست، آدم تشنش میشه، این مشت آب من میخوریم، شما میخوریم، دعوایی نداره. حرامی هم اتفاق نمیفته. مباهات هست. اگه همه خواسته های انسان اینجوری بود که هر چی میخواست براش فراهم بود، هیچ مزاحمی نداشت، شاید هیچ گناهی اتفاق نمیفته. خاصیت این دنیا این تزاحماتش. اگه اینجور نبود این همه معاصی اتفاق نمیفته. ظلم ها، قتل ها، جنایت ها، خیانت ها و دنبالش دروغ ها، تهمت ها، همه اینا مال این است که آدم میخواد چیز رو چنگ بیاره که دیگری نداشته باشه، از چنگمون میخواد در بیاره. حالا پول باشه، زن باشه، فرزند باشه، مقام باشه، پست باشه یا هر چیز دیگه. پس ما سه جور عامل باید دست به دست هم بدن. حالا اسمشو شما میذارید، ما به زبان فلسفه میگیم جزار لعمه، اراده تصمیم نهایی انسان که جزء اخیر از علت تام است. اون رو دیگه اسمش بخواد مقتضی بذارید، شرط بذارید، مانع بذارید، مختاری. بالاخره این سه تا عامل و دست به دست هم میدن تا گناه اتفاق بیفته، تا آدم فریب بخوره، تا از راه منحرف بشه. خب ما عادت کردیم که ابتداعا افعال را به خصوص اونجایی که پای یک عامل سی شعوری در کار باشه، فاعل رو اون عامل معرفی میکنی. در اینجا فاعل سی شعورشی که خودمون هستیم میگه شیطان. میگه ما این کار رو انجام دادیم، شیطان ما رو وادار کرد، کمک کرد. ولی هم از نظر عقلی و هم از نظر ادبیات قرآن و روایات و احکام نسبت این فعل به همه اینا صحیحه، کما اینکه به فایل های طولی هم صحیحه. بنابراین ما اگر بگیم در چاله افتادن ما دنیا ما را به چاله انداخت، اون صحیحه، برای اینکه یکی از این عامل هاست دیگه. اگه ما به جای این دنیا در بهش بودیم که تزاحمی نبود و گناهی نمیشد، انحرافی هم وجود اینها در این عالم به صورتی که جاذبه داره و ما رغبتمون بهش تعلق میگیره، سراغش میریم، این مؤثره در این که ما مرتکب گناه بشیم، منحرف بشیم. البته برای کار عبادت هم همینطوری. اگر این دنیا نبود و این مسجد نبود و این مدرسه نبود و صحنه جهاد نبود و صحنه انفاق نبود، کار خوبی هم انجام نمی گرفت، ثوابی هم برای ما نمیشه، نمیشه. پس این دنیا یک سکه دوروست. از یک طرف می تواند کمک کند به تکامل ما، میشه متجر و اولیاء الله، مسجد و ملائکت الله، تجارت خانه از اولیای خدا، از این فرصت هایی که در دنیا برایشون فراهم میشه سودهای کلان میبرند. اگر آدم در این دنیا نیاد که بهشتی برایش مقدر نیست، بهشت رو باید با اعمال خودمون بسازیم.
از یک طرف کسانی هم که منحرک میشن مال همین چیزای دنیا هست. پس هم میشه بگن دنیا انسان رو فریب میده، چون ما بیشتر فریب دنیا رو میخوریم و بیشتر اون کسانی که میگن ما رو باید هشدار بدن که فریب نخورید. این که بگن آقا از دنیا استفاده کنید برای عبادتتون، اون که تکالیفیست که بیان میشه و روش اصرار میشه که انجام بدید، اما اینکه مواظب باشید فریب نخورید، تو چاله نیفتید، اینجا هست که باید بیشتر طرف را بیدار کرد، هوشیار کرد. معمولا اطباء نسبت به مرضا، میکروب ها، باکتری ها، امراض موسی، اینا هوشدار میده. کمتر شاید باشه، شاید هم اصلا نباشه، طبیبی که تو مطبش نشسته مردم که میان دیگه آقا آب خنک بخورید، نان بخورید، گوشت بره بخورید، از اون نشسته برای همین هم چیزی تو فکر نمی کنم. طبیب نشسته میگه فلان چیزی که ضرر داره نخورید، اون کار رو نکن، این برات بده، این دارو رو بخور. انبیا و ائمه و علما و اینا هم چون به منزله اطباء هستن برای جامعه، هی هشدار میدن که این دنیا فریبتون نده. این که بگن از دنیا استفاده کنید برای عبادتتون، اون اصل اولیه موعظه و ارشاد و راهنمایی های انبیا هست. اما اون هشدارهایی که باید در گوش آدم بخونن اینه که آه مواظب بشید تو چاله نیفتید. یا مثلا توی جاده ها اونی که بیشتر مورد توجه هست علائمیه که هشدار میده که اینجا مثلا پیچ هست، اینجا جاده خطرناکه، نمیدونم چنین حواستون جمع باشید، اینجا رو علامت میذارن. اما جاده صاف علامت نمیذارن که اینجا جاده صاف هست، از اینجا بروید. خب این راه دیگه که مورد داشتن که برن دیگه. پس این که پی روی دنیا نکوهش میشه که مواظب باشید دنیا فریبتون نداره، اون روی سکه دنیا را میخونن که جای فریب دادن هست، یعنی عاملی میتونه باشه برای گناه آدم، برای انحراف مؤثر از داریم. پس جواب این که چرا اینا رو به دنیا نسبت داده که دنیا برای ما چاله کنده، دام گسترده، چرا؟ برای اینکه شرط انحراف و تحقق گناه ها وجود چنین ظرفی هست، وجود چنین شرایطی هست. اگر این اموری نبود که لذت بخش هست، اگر این لذت ها را نداشت، جاذبه ها را نداشت، ما سراغش نمی رفتیم. خب یه شرط دیگه هم اینه که خودمون تمایل داشته باشیم، هوای نفس داشته باشیم. یه شرطش هم در اکثر جاها تزیینات شیطانه، که آدم خیال میکنه مال دوزی شیرین تره، خیال میکنه مرغ همسایه غازه، اینو کارو شیطان. اگه بگم نانی که تو سفره خودم هست با نان خونه همسایه هست فرقی نداره، این شکم سیر میکنه اونم سیر میکنه، خب آدم نون حلال میخوره. شیطان باید بهت بگه نه، اون یه مزه دیگه داره، مال دوزی مزه دیگه، مرغ همسایه مزه دیگه. ما چه بسا آدم سراغ چیزایی میگه که واقعا لذتش کمتره، آفتش بیشتره، ولی خیال میکنه که اونا مطلوب داره. این کار تزیین شیطانه. زین لهم الشیطان و اعمالهم. پس این گناه را میتونیم بگیم عامل شیطان است، میتونیم بگیم عامل هوای نفس است، و میتونیم بگیم عاملش دنیاست، برای اینکه این ظرفیست که اینا رو برای ما فراهم میکنه. همین وجود چیزهای لذیذ دنیاست که آدم رو به گناه میکشانه. پس دنیا ما رو فریب. خب چرا اسم اینا میذارن فریب، مکر، حیله، غدر و چیزهای از این قبیل که در اینجا آمد؟ خب ببینید اصلا مکر یعنی چی؟
حیله یعنی چی؟ در جایی دیگه ما اینا رو در چه موردی به کار می‌بریم؟ فرض کنید که مثلا یک کسی مقصدی داره در یه راهی، یه راهزنی میخواد اینو از راه خارجش کنه. او یک مقصدی داره، یک راهی داره طی میکنه، مسیر صحیحی. راهزن میاد یک راهی باز میکنه، یک شرایطی فراهم میکنه که فریبش بده، اینو از راه منحرف کنه تا بره اموالش رو بدزده یا بلایی به سرش کنه. دانش آموزی صبح از خونه میبینه مدرسه، کسی که نیت سویی داشته باشه در مسیر میاد اینا میگه اونجا نمیدارم چنینه چنانه، اون مغازه رو ببین فلان، یه جوری منحرفشون. این مکرها و حیله ها برای اینه که آدم رو از راه صحیح بکشن یک راه دیگری. ما آفریده شدیم برای یک هدف بسیار عالی و مقدسی که هر چه درباره عظمتش فکر کنیم کمیم. اسم اون مقام، مقام خلافت الله هست. خیلی بار معنا داره خلافت الله. انی جاعل فی الارض خلیفه، جانشین خدا. ما برای این مقام آفریده شد، برای اینکه در یک عمر بی نهایتی در جوار خدا باشیم، جوار خدا، همسایه خدا باشیم. خیلی حرفی رب دبننی اندک بیتن فی الجنه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. راهش، عواملش هم خدا فراهم کرده، هدایت فطری، هدایت عقلی، هدایت انبیا، همه اینا با این همه دستگاه نبوت و برای اینکه ما این راه را بشناسیم و به طرفش بریم. اگر چیزی باعث این شد که ما از این راه منحرف بشیم، میشه حیله، مکر، فریب. وقتی دانستیم که اون سکه دنیا که ما را به لذت‌های نامشروع می‌خواند عاملی است که ما را منحرف می‌کنه، پس می‌تونیم بگیم دنیا ما را فریب می‌ده. یعنی این لذت‌های دنیا مخصوصاً وقتی مورد تزیین شیطان هم قرار بگیره، باعث این میشه که ما از راه منحرف بشیم. مثل مسافری که فریبش میدن، راهزنی فریبش میده برای اینکه اموالش رو ببریم. پس از این جهت دنیا باعث غرور ما هست. غرور یعنی فریب دادن، نه اون غروری که در اصطلاح فارسی میگن مثلا غرور جوانی، به غرورش برخورد. غرور یعنی فریب. اینجا اونی که باعث فریفته شدن ما میشه این لذت‌های دنیا است که یک روی سکه هست و باعث میشه که ما از مسیر صحیح عبودیت منحرف بشیم و به اون مقامی که باید برسیم نرسیم، بلکه برعکس سقوط کنیم. نه تنها بالا نریم، بلکه روز به روز پستر بشیم، تا جایی که علیاذ بالله بگیم یا لیتنی کنتو ترابا، اعاذنا الله و ایاکم.